با درود و احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و نازنینم، آریا هستم و درود و احترامی خاص خدمت جناب سهیل ملکپور عزیز، پدر جناب سهیل ملکپور، جاوید نام، تیمسار، امیر حسین ملکپور بودند که در قیام شاهرخی که ملت ایران بخش گستردهشون به نام کودتای نوژه میشناسند، دستگیر، تیرباران و جاودانه شدند. قصه ها پر از سکوتن، پر دردن، پر رنجن، قصه ها میگن تو دنیا آدم ها دنبال گنجن، گنجی که زمینه واسه امروز و همیشه، گنجی که قصه ی تلخش تا ابد کهنه نمیشه. باز هم افتخار دادید که دعوت بنده رو پذیرفتید، بی نهایت ازتون سپاسگزارم. اگر درود اولیه‌ای دارید خدمت بینندگان مطرح بفرمایید تا بریم یک راست به سراغ برنامه. اختیار دارید. من درود می‌فرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم، خصوصاً دنبال کننده های برنامه های داریای نازنین، و مطابق معمول عرض سپاس دارم از مهر یکایک همیهنان عزیزم. با کمال افتخار هستم در خدمتتون. فقط یه نکته کوتاهی من خطاب به تمام هموطنان بگم و خطاب به مجموعه نیروهای مشروطه پادشاهی، این که یک خبر خوب هم بدم و بعد بریم بپردازیم به فرمایشات حضرت عالی و مسائل متفاوتی که این روزها شاهدش هست. اون هم این است که وبسایت سازمان مشروطه، آقای حجت کلاشی و یاران و دوستان، به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد و یک پایگاه در فضای مجازی رو تأسیس کردن که من از این بابت بسیار خوشحالم و تبریک میگم هم خدمت جناب کلاشی، هم خدمت یارانشون و هم خدمت تمام مجموعه نیروهای مشروطه پادشاهی. من هیچی نمیخوام بگم، فقط استوری از والا حضرت یاسمین پهلوی. استوری اول، توییت شاهین نجفی گرامی رو ایشون در استوریشون گذاشتند که شاهین گفته اشتباه کردن تلخ است اما نپذیرفتن اشتباه تلختر است و اصرار بر در اشتباه ماندن و اشتباه اندیشتن تلختری. این رو گذاشتند، بانو یاسمین پهلوی توییت شاهین عزیز رو گذاشتند و ایشون اضافه کردند، والا حضرت یاسمین اضافه کردن، عدم پذیرش اشتباه شما را شایسته تر جلوه نمی دهد بلکه نشان دهنده بزدلی و غیر قابل اعتماد بودن شماست و شخص حامد اسماعیلیون رو تک کرد. استوری بعدی، باز حامد اسماعیلیون تک شده، یک توییتی از خودش رو والا حضرت یاسمین گذاشتند و نوشتند خطاب به شخص اسماعیلی: شما قصد داری با فهم و شعور 85 میلیون نفر بازی کنی؟ ولی جناب، دروغ هایی که عیان است را چه حاجت به بیان است؟ فریب خورده شمایی. و استوری بعدی
از بانو یاسمین پهلوی، کلیپیست از یک شیردخت همرسم مبارزمون که با هم میبینیم این کلیپ رو. گما درست بعد از فیلمی که آقای اسماعیلیون بازی کردن و حالا در از نشستن همون جایی که واقعا میخواستن بشینن، با ایشون کاری ندارم، سایبری ها و طرفداران پروپا قرص چپی و مجاهد حمله کردن به صفحات پادشاهی خواها، یکیش هم خودم. درست الان چندین باره که زیر پست های من میام میزنن شماها تفرقه انداختید، شماها اتحاد رو به هم زدید و من نمیدونم دیگه ما تا کی باید بگیم کدوم اتحاد، کدوم اتحاد، اتحادی که یک بار سال 57 انجام دادن و ثمرش شد جمهوری اسلامی. اتحاد با کیا؟ اتحاد با اشخاصی که گذشته های سیاه دارن. تا 3 سال پیش پول جمهوری اسلامی رو میخوردن، میرفتن میومدن، زنشون دختر آیت الله بود، لابی میکردن تو آمریکا برای جمهوری اسلامی. اتحاد دقیقا با کی؟ تا کی میخواید خودتون رو به خواب بزنید؟ شما خوابید. ما هرچی آدم مشروط خواه درست و درمون داریم توی زندانن، حتی نمیتونن مصاحبه کنن، چه برسن بیان بیرون و برن داخل. ما آدم های درستمون یا کشته میشن یا توی انفرادی هستن. اینها میهن پرست نیستن. چرا هیچ کسی نمیره به اینها، همین سایبری ها، چرا نمیرن به اینها بگن شماها چرا این اتحادو به هم زدید؟ مگه 4 نفر معرفی نکردن؟ شما اگر به فکر مردم ایران هستید چرا رد صلاحیت کردید؟ چرا 5 نفر چپی با 1 نفر مشروط خواه نتونستید کنار بیایید؟ چرا هیچ کس این سوال رو نمیپرسه؟ دیگه دستتون رو شده، ما گول این بازی ها رو نمیخوریم. ما به زودی پیروزیم. زنده باد ایران، ایرانی جاوید شاه. من اول که درود میفرستم خدمت بالعظمت یاسمین پهلوی گرانمایه و سپاسگزارم که ایشون به عنوان بالاترین، میتونم بگم از بالاترین مقامات جنبش ناسیونالیسم ایرانی، درد دل ما رو استوری کردن و به عرض همیهنان رسوندن. این برای ما جای بسی شادمانی داره. علتش رو عرض میکنم خدمتون. دوستان عزیز، خصوصا جوانایی که امروز حالا محبت میکنیم برنامه من رو گوش میکنیم، من هیچ وقت، همونطور که خودتون در جریان هستین، هیچ وقت اصراری نداشتم به عنوان اینکه کسی بیاد حرفای منو قطعا گوش کنه یا هر اون چیزی که من میگم وحی منزل، این چیزایی که به هر کسی که منو میشناسن میگه. امروز ولی یه خواهشی دارم از حضورتون، به این عرایض من مقداری بیشتر تأمل کنید. ببینید دوستان، از پس فاجعه 57 تمامی ما نسل‌های قربانی اون جنایت، یعنی میشن از همس دوره من دهه 50ها به بعد، از اواسط 40 میتونم بگم، یعنی هم متولدین 45 به بعد، ما میشیم قربانیان جنایت 57، چون کودک خردسال بودیم که هیچ نقشی نداشتیم و نسل‌های بعد از ما که اساسا به دنیا نیومده بود. یعنی در حقیقت قربانیان اون جنایت کثیف 57. به نسل‌های قبل بنده دروغش هم نمیگم، بنده هیچ دادخواهی برای اونا ندارم، دروغش هم نمیگم، خودکرده را تدبیر نیست، اونها شدن سرباز بیگانه و این بلا رو به سر مملکت ما آوردن تا به امروز، و امروز کسانی که میان نقش بازی میکنن و ضمناً میخوان اونها رو هم حقنه بکنن، کسانی که سر تقسیم غنایم درواشون شد با اون کسی که بالای سر قدرت امروز، من نمیام حتی دروغش هم بگم، سرباز بیگانه شدن در سال 57 و این مملکت رو به این کثافت کشیدن با عرض پوزش از همیهنان، که در دوران چنگیز مغول چنین بنایی به سر ما نیامده بود. امروز هم هستن کسانی که میخوان حتی به ما با شعائر دروغ مثل حقوق بشر، نمیدونن چون اینها به دروغ از این الفاظ استفاده میکنن. کسانی هم که سر تقسیم قدرت و تقسیم غنیمت
دعواشون شد با اون کسی که سر قدرته، امروز به عنوان قهرمان ملی جا بزنن که هیچ. ما میبینیم مرز وقاحت رو گذاشتن بالا، حتی صاحب و مدعی فردام هستن، انگار نه انگار که این 44 سال این نکبتی که سر ملت ما اومده شماها آوردین و مستقیما پاسخگوی تمامی خونهای به ناحقی که ریخته شد، اون تخریبی که اون مملکت شد، میلیون ها آواره، همتون هستین. سالیان سال ما اینو گفتیم با مزخرفاتی مثل پاشیست و نمیدونم انواع و اقسام خزعبلاتی به ما سعی کردن که ما رو همواره تخته کنن، زبونمون رو ببرن، تازه مدعی هم بشن. چرا؟ چون پشتشون قرص به دنیای قدرت، مثل هم تا همین الان که اربابان جهانی اون مملکت رو به این روز انداختن، پشت به اینا بودن. کما اینکه دیدین همه این حضراتی هم که امروز برای بار ششم انقلاب خونی مردم ایران رو به انحراف و هزار تیکه کشیدن و خوابوندن به نفع برادرشون، همشون به مجردی که خارج از کشور رسیدن همه جوره ساپورت شدن، حتی یک ساعت اینا مجبور نشدن برن جای کار بکنن. پیشینه خانوادگی همشون هم هست، نه خانواده متمولی داشتن نه تحصیلات فوق عالی داشتن. اینها چگونه به محضی رسیدن بر خارج از کشور؟ امروز در ویلاهای آنچنانی زندگی میکنن، حسابهای بانکی پر و در همه جای دنیا مینا هستن، بهترین امکاناتو دارن. یعنی این رو جلوی بچه بذاری میفهمه که اینا دارن سپورت میشن از کسانی که اون نفعشون در ویرانی مملکت ماست. و وظیفه ای هم که اینها دارن ادامه جنایت 57ه. کما اینکه دیدین هر سالیان سال میگفتیم ما رو اینا محکوم میکردن توسط تلویزیون های 400 میلیون دلاری و همه این دنیای قدرتی که پشتشون بود. هر آنچه ما میگفتیم اینها با الفاظ شاه اللهی، فاشیست ها، نمیدونم همین مزخرفاتی که میگفتیم، فحاش، نمیدونم از این قضايا، و تازه نقش مظلوم هم بازی میکردن. دیدیم که چه کار کردن. خب این استوری والا حضرت یاسمین است دوستان. ببینید طرف اومده چه فحشی به والا حضرت یاسمین داده. من نمیخوام بخونم، خودتون ببینید. بعد اینها به پادشاهی خواهان میگن فحاش. والا حضرت یاسمین پاسخ دادند: با نامیدن فاحشه شما هیچ کم و کسری از رژیم آخوندی که زنان را به درجه صفر جامعه رساندند ندارید. وقاحت، بیشرمی، بیشرفی، ببینید تا کجاست. سالیان سال اینها چنان حملاتی و سازماندهی شدی به ما میکردن که حتی مجبور میکردن که جوری عنوان بکنن که خانواده پهلوی هم حتی نسبت به طرفداران ناسیونالیسم ایرانی مکدر هستن و همینجور سوالات از پیش تعیین شده. نمی اومدن به خاندان پهلوی بگن که ما هران چه فحاشی داره به اینا میگیم، همه جوره به اینا حمله میکنیم، زخمی که به اینا زدیم رو نمک روش میپاچیم. اونها رو نمیگفتن، اگر توهینی میکردن رو نمیگفتن، پاسخش رو میشد فحاشی. یعنی اونا خود اینگونه جا انداخته بودن که هر حمله‌ای به ما میکنن حق دموکراتیکشونه، پاسخی اگر ما میشنوه میشه فحاشی. حالا و تا حدودی هم حتی موفق شده بودن که کدر بکنن. امروز میتونم بگم تنها نکته‌ای که خیلی خوشحالم که امروز هم از خاندان پهلوی هم برای تمامی ملت ایران، اون منظورم اون کسانی بود که همواره میشستن نظاره‌گر بودن، برای تک تک اینها ثابت شد طبق معمول هر آنچه که ما میگفتیم درست بود و اینها جانیان بین المللی هستن، اینها سربازان بیگانن. این درسته که مجددن این انقلاب رو هم تونستن خاموش بکنن از سال 95 تا اینجا، قبلش هم اینا این کارو میکردن. جنبش 76 اینو بارها گفتم، 10 بار دیگه هم شده میگم که سیاه بازی اصلاحات رو اینها، همین ها، از همین خانم علی نژاد و نمیدونم تمام دار و دسته که اینا که داریم میبینیم، اینها عامل پیاده کردن اون تحمیق بودن. از همون موقع اینا
تمام ترسشون این بود که نسل‌های قربانی پس 57 همه بازگشت به پهلوی رو میخوان، که اومدن اون سیاه‌بازی اصلاحات رو درست کردن، جبهه سبز رو درست کردن، همه اینها کارگردانش بودن. بعد از اینکه به هر حال دوباره به هر حال حکم تاریخ، حقیقت رو کسی نمیتونه جلوش بیست، وقتی که دستشون رو شد اینها به عنوان اپوزیسیون صادر شدن خارج از کشور. باز تکرار میکنم، ادله اثباتی که نه تحصیلات آنچنانی دارن، نه خانواده های متمولی دارن. هم به توی جوان بشی فکر کن چگونه خانم علی نژاد یا ایکس و ایگرگ یا همه این کسانی که داریم میشنویم، چگونه اینها رسیدن در خارج از کشور حتی یک ساعت کار نکردن؟ این میلیون ها دلاری که تو حسابای بانکیشون از کجا میاد؟ کجا هستن؟ چه میکنن؟ هم اینا پولو گرفتن برای همچین روزی و این پول ها رو از سازمان هایی گرفتن که بهمن 57 رو به سر ملت ایران آوردن. از این واضح تر اگه کسی نفهمه، پس یا سودش در نفهمیدنه، یعنی از اقمار 57، یا به حقیقت دیگه مشکل مغزی داره. وظیفه اینها چی بود که این پولهای کلانو گرفتن؟ که هر زمانی که ملت ایران قیام میکنه برای اینکه پس بگیره کشورش رو از اون تسخیری که در سال 57 شد، وقتی میگه ما ایران رو پس میگیریم، وقتی میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، وقتی میگه نداسان امام فت 57 تمام، وقتی میگه رضا شاه روحت شاد، وقتی که میگه شاهنشاه روحت شاد، وقتی پهلوی رو صدا میکنه، یعنی اون نسل ها فهمیدند این بیداری ملی اتفاق افتاد، که 57 یک حمله وحشیانه دنیای استعمار به ایران بود و امروز میخوان اون جوونا پس بگیرن کشورشون رو و بازگردن به اون ریل اصلیش. شماها چه کردید؟ با وقاحت و توحش بسیار وحشتناکتر از اون چیزی که بزرگ تو خلقانی و ریشهری کرد، با سوء استفاده از پولهای عربستان، همون سازمانهای بین المللی، نشستین در تلویزیونهای دستشونده چنان 70 گروهی را انداختین، چنان همه رو به جون هم انداختین، برای بار ششم اون انقلاب خونین ملت ایران رو خابوندین و شرم به اون شیر ناپاکی که خوردین که انقدر وقیحین که امروز ویدیوهاتون بیرون میاد، تازه شاهزاده رضا پهلوی رو محکوم میکنید. من نمیدونم شماها، ببینید شماها که پیروز نخواهید شد، چون همونطور که انقدر نادانید که نفهمیدید در این 44 سال تمام دنیای قدرت با تمام سرمایه که گذاشت نتونستن حقیقت رو از بین ببرن و نسل‌های اومده شاهنشاهی پهلوی رو صدا میکنه که حتی پدر مادرشون در زمان پهلوی نبودن. به این میگن حقیقت. بزرگتر از شماها، شماها که رقمی نیستین، دستمال کهنه های استعمارین، بزرگتر از شماها هم نتونستن در مقابل حقیقت بایستن. بازگشت به سمت سیستم پهلوی حقیقتیست تاریخی. شما حتی در این حد نفهمیدین وقتی اون جوان 16 ساله، وقتی حتی اون جوان 30 ساله امروز میاد و بازگشت به دوران پهلوی رو طلب میکنه که پدر مادرش هم یا به دنیا نیامده بودن یا بچه بودن، این بهش میگن حکم تاریخ، این بهش میگن دوران عدالت و قضاوت تاریخ. و شما اندازه ای نیستین که بتونین جلوی اینو بگیر. هیچ بنی بشری تا به امروز نتونسته در مقابل حقیقت بیسته، اما میبینیم که این کارو کردین، هزار پله را انداختین. شما فقط اطلاعیاش رو برو بخون. همه این کارها رو کردید چون پولش رو گرفتید، فاندش رو گرفتید. دستورتون این بود که هر زمانی که ملت ایران قیام میکنن با ژست اپوزیسیون اون قیام اون ملت رو بخوابونید به نفع دنیای استعمار. حتی اگر هم ملت ایران به سطوع اومد و نتونست اون برادر تنیتون رو تحمل بکنه، با سوء استفاده از تمامی امکاناتی که دنیای استعمار بهتون میده، یه از این جیب به اون جیب بشه، از اونا بگیرن بدن دست شما، تش یه روسری بره، ما بقیش همین نکبتی که تا به امروز هست بمونه، مضاف بر اینکه تجزیه هم بشه. چون اون دنیایی که 57 رو برای ما رقم زد، بازگشت ایران به دوران پهلوی براش کابوسه و این رو ملت ایران و این نسل‌های جدید فهمیده که امروز شما مأمور هستید که این رو از بین ببرین. این یک واقعیته. وقاحت ها رو شما دیدین در این اطلاعیه که اینها اومدن دادن.
اصلا من وقتی خوندم فقط برام جای تعجب بود که اینا از کجا اومدن، چه شیری خوردی تو؟ آقای پهلوی رو ما اومدی ازش شکایت کردیم، اولا با چه الفاظ زشتی، که چرا مواردی رو اومده با مردم در میون گذاشته. ببخشید معذرت میخوام، اون دموکراسی تو سرت بخوره. اولا که شماها هدفتون این بود که به وقاحت میگی چرا آقای پهلوی نشست که ما خفش کنیم. آقای پهلوی با ازش شاکیم که نشست خفش کنیم و نگذاشت که ما به راحتی بتونیم خواست میلیون ها جوان ایرانی رو از بین ببریم و اون چیزی که اربابای ما میخوان که تش بشه تجزیه و ضمناً بعدها مردم بگن باز خدا پدر خامنه‌ای رو بیامرزه رو نذاشت ما پیاده کنیم. پس آقای پهلوی تو دیکتا خیلی جالبه، دم از دموکراسی میزنین و میگین از ایشون شاکی هستیم که چرا با مردم در میون گذاشت. ما خودمون چند نفر نشسته بودیم داشتیم برای مردم تصمیم میگرفتیم، یعنی پلشتر از استالین میخواستیم یه کاری بکنیم، آقای پهلوی چرا رفت و مردم صحبت. بعد ما میشیم دیکتاتور، شماها میشین آزادی خواه. شما واقعا فکر کردین با کی طرفین؟ شما فکر کردین با کی طرفین؟ همین بیانیهاتون رو دیگه ما ننوشتیم که. یزدان ایران رو سپاس که هر روز بیشتر افشا میشین. یا با اون پانوم علی نژاد میگفت اصلا صحبتی نشده بود از آقای امیر طاهری. و اصلا ما همچین چیزی نبود که آقای پهلوی گفت. همون ثانیه میگه اصلا زمانی که آقای پهلوی گفت اولین کسی که استقبال کرد خانم نازنین بنیادی بود. خانم خجالت تا کجا پر روی تو همون ثانیه اعلام کردی که داری تو 2 دقیقه قبل داری دروغ میگی. ضمن اینی که بنیان دموکراسی میگه که ملت باید در جریان باشن، شماها که دم از آزادی میزنید نوشته برای حفظ دموکراسی پهلوی باید از جملاتشون رو خوندیم، برای احترام به دموکراسی پهلوی باید از بین بره. پهلوی رو که 40 سال ملت ایران دارن صداش میکنن و خود اینا میدونن اکثریت ملت ایرانیشون رو میخوان، در غیر این صورت اصلا ایشون که وجود نداشتیم. چرا امروز شاهزاده رضا پهلوی وجود داره؟ چرا امروز همه جا دعوته؟ برای اینکه میدونن که اکثریت ملت ایران ایشون رو میخوان. برای در سال 57 که شما با بزرگاتون و ارباباتون موفق شده بودین با جنایت زاهد الوصفی که کرده بودین حکومت پهلوی رو که از بین برده بودین، که امروز اگر شاهزاده رضا پهلوی هست برای چیه؟ برای اینکه اکثریت ملت ایران صداش میکنه و چیزی که شماها اینو میدونی، این اسمش میشه دموکراسی، یعنی خواست اکثریت ملت ایران. و شما بچه استالین های کثیف به قدری وقیهین که خواست میلیون ها ایرانی رو میگین سایبری؟ این خیلی اصلا من نمیدونم اینا تو کجا بقیه هم. صدای میلیون ها ایرانی رو به عنوان سایبری اعلام میکنید و با وقاحت میگین چرا پهلوی اجازه نداد ما خفش کنیم، چرا پهلوی اجازه نداد که ما خواست ملت ایران رو از بین ببریم، چون اربابان قدرت میخوان که ایران رو یه چیزی مثل یوگسلاوی سابق کنه. پس تو خیلی دیکتاتوری که نذاشتی. همیهن عزیز، جوون نازنین، از اول انقلاب 1401 من اسمشو میذارم انقلاب ملی. ما این برنامه اینو گوش زد کردیم که دوستان عزیز با سرباز بیگانه شما نمیتونیم به انتها برسید. تو همین آرشیو برنامه های آریا هست چقدر گفتن آی اتحاد با هم نزنید، آی پولا ما سکوت کردیم، مثل دقیقا 40 سال گذشته که چه سرسر اصلاحات ما میگفتیم، کسی ما رو همین ها به ما حمله میکردن، همین خانم علی نژاد و ایکس ایگرگ و اینها که سینه چاک جمهوری اسلامی هنوز جمع البته هستن، کما اینکه داریم میبینیم که دارن با کیا دارن میبندن، آی اینا شاه اللهی هن، آی اینا نمیدونم فلان هن. دیدیم که هر آنچه که ما گفتیم درست بوده. از 23 بهمن 57 هر آنچه که ما پادشاهی خواه گفتیم تاریخ به شما ثابت کرد که درست بود. از اول همین انقلاب رو هم به شما گفتیم. چگونه شما فکر میکنین که موفق خواهید شد با کسانی که سرباز خمینی بودن امروز بخواید فردا رو بسازین؟ آقای اسماعیلیون با کیا رفته عکس گرفته؟ سربازان خمینی، آقای نمیدونم فتاپور کیه مال همین حزب چریکای فدایی،
میتونم یه لحظه در مورد آقای فتحپور یه چیزی بهتون بگم؟ مسئول کشتار افسران ارتش شاهنشاهی بود. من یه چیزی اضافه کنم بعد شما بفرمایید. هموطن عزیز من، این فتحپوری که میبینید متحد اخیر اسماعیلیون، من یه گوشه ای از فعالیت‌هاش رو میگم بعد جناب ملکپور اضافه میفهم تکمیل میفهمید. ترور فاتح یزدی، کارخونه‌دار و کارآفرین بزرگ ایرانی، ترور محمد صادق رئیس جهانچید، ترور سرلشکر فرسیو و فرزند وی، بمب‌گذاری در انجمن ایران و آمریکا، بمب‌گذاری در خیابان فردوسی، حمله و سرقت از بانک ملی تهران، حمله و سرقت از بانک صادرات، بمب‌گذاری در تاکسی در تهران، ترور علی نقی نیکتب، ترور یدالله نوروزی، ترور عباس شهریاری، این آدم، این پرونده جناب فتحپور و سازمان فدایان خلق یه گوشه ای از کار یاد داشته باشن تا بتونن انقلابو پیش ببرن. به طور مشخص در رابطه با دیدگاه ما، وقتی ما معتقدیم که میخوام سوسیالیسم رو بسازیم و استثمار رو ریشه کن بکنیم در جامعه سوسیالیستی، یعنی در اون مرحله از انقلاب، اون نیروهایی که میخوان سرمایه‌داری رو برگردونن، نیروهایی که میخوان دوباره استثمار رو در جامعه به وجود بیارن، اونها نباید امکان فعالیت بهشون داده بشه. و اون نیروهایی که میخوان سوسیالیسم قبول دارن که باید جلوی بازگشت سرمایه‌داری گرفته بشه، قبول دارن نابودی استثمار رو، باید بتونن فعالیت بکنن. چون این بحث در جلسات قبلی هم مطرح شده بود، من یه مقداری روی این مسئله توضیح میدم چه جوری در جوامع سوسیالیستی این امر امکان پیدا میکنه، چون قبلا سوال زیاد در این زمینه شده بود. در تمام کشورهای سوسیالیستی این مسئله اصلی اینه که اون نیرویی که میخواد سرمایه‌داری رو برگردونه امکان فعالیت بهش نمیده. و خودش پس از نابود کردن ایران به کشور سرمایه‌داری گریخت مثل بقیه همفکرانش و یک روز هم در جهان سوسیالیست در مسکو و پکن و هاوانا و کاراکاس و اینها زندگی نکرد. این آدم الان شده متحد اسماعیل نور. شما تکمیل بفرمایید. رفته سر جاش وایساده. ببینید خب از اولش ما میگفتیم اینا همینن. اینا بار الان دیگه خوشبختانه دیگه امروز ملت تکلیف خودشون رو مشخص شد. با هر آنچه که میگفتیم شد. اینها عزیزان من، اینا همینایی هستن که برای خمینی آدم میکشتن. خب بس دیگه. چه اینا میخواستن تو زن و بچه رو هم بکشن. ببینید دوستان عزیز، ما از ساعت اول میگفتیم آی اتحاد، آی فلان، آی بیسار، یعنی علتی هم که شعار زن زندگی آزادی رو اینا بولد میکردن برای چی بود؟ برای اینکه جلوی شعار رضا شاه روحشاد بیستن. با وجودی که عزیزان نازنین زن زندگی آزادی رو شاهنشاهی پهلوی به ایران آورد بدون شعار، و اینایی که امروز پشت این شعار قایم شدن کسانی هستن که برای خمینی چادر سر کردن و برای خمینی آدم کشتن. ما اینا رو تماما از ساعت اولی که انقلاب شروع شد به عرض شما رسوندیم. همه جوره این تلویزیون ها و این ورانور به ما حمله کردن کارش، و الان هم انقدر وقیه هم میان میگن تقصیر پهلوی چی ها بود. در خصوص فرمایشات شما، در خصوص فرمایشات شما، برنامه هایی که ساختی، من یه مسئله رو بخونم براتون. اینو پست کرد: چند روزی از شروع انقلاب ملی نگذشته بود که یک برنامه ساختم در کانال یوتیوبم به عنوان جمهوری دوم که فرقه اسماعیلیون به دنبالش هستن. خوبه که پس از هزاران فوشی که خوردیم الان همه چیز در حدی آشکار شده که حتی در کامنت های پیج خودش و سعودی نشنال هم هموطنان به این نتیجه رسیدن که اینا چه موجوداتی هستن. ولی یاد صحبت های سهیل ملکپور عزیزم میافتم. در اوج روزهای قربان صدقه رفتن های بخشی از ملت برای اسماعیلیون که میگفت ملت ایران فرصت سوزی نکنید. چرا ما ملت باید حتما هر فضاحتی را تجربه کنیم؟ چرا یک بار به سرعت و هوشیارانه در موقع لازم و حساس تصمیم درست نمیگیریم؟ تو واقعا این فرصت سوزی شد. ما چقدر فریاد زدیم در اوج روزهای انقلاب. به هر حال فعلا چاره ای نیست. باید گفت ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. پروژه جمهوری دوم هم خیلی واضح است: حذف ولایت فقیه و حفظ حلقه اولیگارشی که 40 سال مملکت رو نابود کردن، حذف اجاب اجباری و استحاله نظام در مباحث اجتماعی و حفظ ساختار معیوب سیاسی داخلی و خارجی و اقتصادی رژیم. آنها که فکر میکردن از اسی و مسی و عبدالی آبی گرم میشود
و امروز پشیمانند، اشکالی ندارم، هم پیمان عزیز ما هستم، ولی شخصا نمیتوانم، اینم محکم میگم، شخصا نمیتوانم امثال پوریا زراعتی و کانال کوچه و غیره رو که ما مخالفین این موجودات رو سایبری و عامل رژیم و اینها میخوندند و به حماقت مشروعیت میبخشیدند ببخشید. کانال کوچه در طی این انقلاب هر کسی رو که میگفت بالای چشم اسماعیلیون ابروست یا بالای چشم مسیح علی نژاد ابروست، بهش وحشیانه ترین حملات رو میکرد و با تمام قدرت تخریبش میکرد و بهش انگ عامل جمهوری اسلامی میزد. و اینکه فکر نکنید که این روند ادامه نداره، همین دیروز اومدن یه گزارش جدید پخش کردن، باز صحبت از اتحاد و اینای اپوزیسیون میکنن. کدوم اتحاد؟ اتحاد مجدد با اسماعیلیون؟ این حقیقت تظاهرات لندنه، اتحاد با اینها، اتحاد با ایران ستیزان. ببینید دوستان، هرزنامه و زردنامه کوچه بدون عذرخواهی از عملکرد گذشتهش نشون میده که همچنان بر همان روال سابقه و چپاندن اسماعیلیون به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون و همچنین مسیح علی نژاد توسط کانال کوچه دقیقاً کاری که سعودی نشنال هم داره میکنه همچنان ادامه داره. من با احترام به همرزمان آگاه میگم، تا خر هست خرسواری هم هست. یه گروهی در فیسبوک جناب ملکپور یه تیکه‌ای از صحبت من رو که در برنامه بر ضد اسماعیلیون گذاشته بودم، اون زمان گذاشته بودن در فیسبوکشون، میگفتن نگاه کنید فلانی در مقابل رضا شاه دوم ایستاده چون ایشون داره از اسماعیلیون حمایت میکنه. دیشب استوری های والا حضرت یاسمین رو گذاشته بودن، تشویق میکردن که چطور داره اسماعیلیون رو ایشون تخریب میکنه، عذرخواهی هم نکردن. مهم نیست، ما عقده و کینه نداریم، ولی بس دیگه، یک بار بس دیگه. یعنی چجوری باید به قول شما بفهمن که نکنید این که خب با هر چیزی که گفتیم داره انجام میشه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی جناب ملک؟ اصلا یه چیز فاجعه. ببینید درد بزرگ این همه خونیه که تو اون مملکت ریخته شد، خون اون همه جوان، همیهن و عزیز. 95 رو دیدید، 96 رو دیدید، 98 رو دیدید، 1400 رو دیدین. ما بر مبنای همه اینها اومدیم از اول 1401 گفتیم که عزیزان نازنین، کسانی که در بهمن 57 شرکت داشتن جانیان، با جانی با سرباز دشمن نمیتونین بیاین برای نجات دشمن. بارها گفتیم، امیدوار بودیم که به خاطر 4 بار جنایتی که اینها کردن و سر به زنگاه به کمک رژیم رفتن با ژست اپوزیسیون، این بار رو ملت گرفته باشن و نرندم به دنبال اینا، که باز دیدیم که نشد و رفتن و دیدیم که اون همه خونی که ریخته شد شوربختانه تا الان پایمال شد، دیگه نمیتونید رو درس خوابوندن تو رو. و امروز هم میبینیم که اینا انقدر وقیحاً تازه اومدن خودشون رو مظلوم هم نشون میدن و به وقاحت میگن پهلوی اگه بره کنار، پهلوی بره کنار که ما بیایم، که شما کی هستین؟ ملت ایران شما رو نمیخوان. اکثریت قاطع ملت ایران، چون میدونن، ببینید اینا هنوز فکر میکنن که ملت اگر میان پهلوی رو صدا میکنن، یعنی اینجوری عنوان میکنن که یه سری آدمای احساسی هست. اولا که این آقا وقیع هم که اون میلیون ها انسانی که میگن رضا شاه روی چون میگن سایبریم، از مجید رضا رهنورد که با شعار جاوید شاه جارش زدن سایبری بوده، تا حمید رضا روحی سایبری بوده، همه این بچه ها سایبری بوده. حالا فقط اینایی که نوکر عربستان سعودی هستن و تمامی دنیای استعمار که پشت بودن و ملت ایران رو به روز انداختن، این روست. ببینید اینا انقدر وقیحن که الان هم اومدن
و دارن میگن ما مشکلمون اینی که ملت ایران پهلوی رو میخوان، پهلوی بره کنار، که ما میخوایم مملکت رو همونجوری که 57 به نکبت کشیدیم ادامهش بدیم. من واقعا نمیدونم این شما چه شیری خوردین، این گونه هم اینا به قول معروف کار میکنن. خیلی جالبه، یعنی میخوان یه جوری القا بکنن که کسانی که پهلوی رو صدا میکنن، تازه یه سرش که میان سایبری فلا، اونای دیگه هم 4 تا فیلم عکس دیدن. عزیزان شما فکر میکنین با همارانی مثل خودتون طرفین؟ اون جوانی که امروز پهلوی رو صدا میکنه، اون رفته تاریخ خونده، اون امروز رفته تاریخ خونده، دیده پهلوی چه قدرتی داشته که از قجرهای کثیف که اجداد شما باشن با اون امکانات صفر مملکت رو گرفت به کجا رسوند. این جوانی که امروز پهلوی رو صدا میکنه، مشکلش فقط یه دونه روسری و دیسکوتک نیست. شما فکرتون چی بوده که آقا نهایتش ما یه کاری میکنه این روسری بره؟ چون اربابتون هم اینو میخواست. از روز اول ما برنامه‌ای گذاشتیم به نام سپند چرچیل که یکی از کارهایی که استعمار میکنه حقوق اولیه انسانها رو بگیره، به وقتی که اگه دید صدایتون در اومد یه تیکشو بهشون پس بده، اینا رو احساس خوشبختی کاذب بهشون بده. کیا مامورشون بودن؟ همین آشغالا که تش اگر ولی با وجود پهلوی نمیتونستن، چون پهلوی یعنی مجدداً اقتصاد برتر منطقه و اقتصاد پنجم دنیا، پهلوی یعنی اقتدار ملی، پهلوی یعنی آزادی کامل، پهلوی یعنی بازگشت ایرانیا به اون عظمتی که داشتن، پهلوی یعنی اقتصاد برابر با دنیای غرب و با دنیای قدرت، پهلوی یعنی سازندگی ایران و تصاعدی به سمت بالا رفتن. امروز اون جوان اونو میخواد که اون برای دور اربابان شما، یعنی همون کشورهایی که پول میزنن تو جیب شما، همون کشورهایی که فاند بهتون میدن، همون کشورهایی که تلویزیون رو نمیدونن فلان واسه تون درست میکنن، بازگشت ایران به اون قدرت برای این اونها کابوسه. و برای همین هم است که امثال شما موجودات پلشت که سرباز بیگانه دشمنی و در همه جای دنیا بهتون میگن ستون پنجم، اجرا کننده دستورات اونا هستین که این وضعیت رو نگه داریم و در نهایتش نشد، پیرو وصیت‌نامه چرچیل یه کاری بکنی این روسری بره، همه ماجرا رو به ختم بکنیم به ماجرای روسری، ولی ته ماجرا همین نکبتی باشه که الان هست، که اروپایی ها و به اصطلاح دنیای غرب و شرق به عنوان یک توفاله همواره کشور ما رو نگه دارن و تمام زیر و روش رو ببرن. یه دونم حالا روسریتون رو برداشتیم، حالا بیان نمیدونم برین 4 تا قرم تو خیابون بدین. شماها مأمور همین بودین، ولی اون جوونی که اومده بیرون پهلوی رو صدا کرده، اون امروز به این رشد رسیده که آزادی حقیقی رو میخواد، چیزی که در زمان خدایگانان پهلوی داشتند. جناب ملک پور فرمودید اینا ادعا میکنند که بحث روی احساسات و اینها قدرت آنالیز و تحلیل سیاسی ندارن. من یه چیزی خدمتتون بگم، جهان استعماری با میلیون ها دلار هزینه، چندین کشور، چندین سازمان اطلاعاتی در جهان، جمهوری اسلامی با میلیون ها دلار هزینه و میلیارد ها تومان هزینه، تمام این برنامه ریزی ها توسط نیروهای سرفراز پر افتخار مشروطه پادشاهی در هم شکست، مات موندن. نیروهای مشروطه پادشاهی تحلیل ندارن. اینا دو تا فکر داشتن جناب ملک پور، دو تا فکر داشتن. یکی فکر میکردن رضا شاه دوم رو ببرن تو تیم خودشون، نیروهای مشروطه پادشاهی در تفکر اینها نگاه ارباب رعیتی دارند و هر اقدامی انجام بشه که اگر رضا شاه دوم درش حضور داشته باشه سکوت میکنند، و دیدند که چطور رفتند و منشور رو در هم کوبیدند نیروهای مشروطه پادشاهی. در این حال فکر میکردند میتونند
بحث گذر از پهلوی رو، بحث ایستادن مقابل رضا شاه دوم رو بهش دامن بزنن و ما رو در مقابل ایشون قرار بدن که این کارم اتفاق نیفتاد. یعنی اوج پختگی، اوج درایت سیاسی، اوج عقلانیت سیاسی رو میلیون ها میلیون مشروطه پادشاهی خواه و شخصیت های برجسته مشروطه پادشاهی از خودشون نشون دادن و هر دو توطئه رو خونسا کردن، به صورتی که اندیشکده های گلوبالیستی، اجانب استعمارگر و جمهوری اسلامی آچمز شدند. بعد اینها میگن که نیروهای مشروطه پادشاهی قدرت تحلیل سیاسی ندارن. ببینید آخه بحث دقیقا سر همینه. نکته جالبی رو بهش اشاره کردید. هر روز که میگذره بیشتر هم خودشون هم اربابانشون متوجه میشن که دارن آب تو هاون میکوبن. برای اینکه همطور که عرض کردم خدمتتون، وقتی اگر احساسی بود این همه در این 44 سال دنیای قدرت و حاکمیت وقت و همه جور ثروت و سرمایه، خب امروز اصلا کسی اسم پهلوی رو نمی آورد. چطوری امروز یه جوان دهه 80 دهه 70 حتی هم سن و سالای من که 7 ساله بودن در اون زمان، امروز این گونه دارن پهلوی رو صدا میکنن؟ برای اینکه اسمش حکم تاریخه. حقیقت حقیقت رو نمیتونین جلوش بایستید. حالا بیاین با وقاحت 57 همه رو، میلیون ها انسان سایبری هست، شما چهار تا جوالقی که سال هاست دارین فوش میخورین از اون ملت، شماها خواست ملتین. خب ببین اینا اما وقاحت که فقط پشتشون به دلارهای حضرات گرمه. حالا در تایید مسئله که الان شما گفتی، پادشاهی خواه یعنی ناسیونالیست، یعنی میهنگرا، یعنی پاتریوت. ما از یک ایدئولوژی 7000 ساله داریم دفاع میکنیم. ما ایدئولوژی داریم. برای همینه که شماها فکر کردید، شماها هستید که نوکر استعمارید و هر آنچه که اربابانتون بگن گوش میکنید. ما رو ایدئولوژیمون که ایرانگرایی باشه زندگی گذاشتیم، جوانی گذاشتیم، عزیزانمون جونشون رو گذاشتن و رفتیم روش تحقیق کردیم. شما فکر کردید شما چهار نفر عامل بیگانه که فقط و فقط به دستور اربابهای گلوبالیست عمل میکنین، میتونستیم با چهار تا حرکت خواست میلیون ها انسان که خواست تاریخ، خواست میلیون ها جوان فهیم ایران رو بتونین رو تخته بکنین. این رو هم دیدین که شدنی نیست، امکان پذیر نیست. و امروز هم اومدین با وقاحت هرچی تمامتر در این هفته میبینیم که چه فحاشی هایی دارن میکنن به شخص شاهزاده رضا پهلوی. آقایون و خانم های نوکر گلوبالیست که برای بار ششم خون بچه های ما رو پایمال کردیم، جلوی خواست میلیون ها انسانی که از فردای جنایت 57 خواهان و پسگیری کشورشون بودن ایستادید، دیدید که با تمام هزینه‌ای که دنیای استعمار میکنه جنبش ناسیونالیسم ایرانی از بین برو نیست و ملت ایران عزمش رو جذب کرده که ایران رو پس بگیره. این واژه میدونم خیلی برای شما درد بیاره، چون ملت وقتی این جمله رو میگن یعنی چی؟ یعنی ایران رو در زمان پهلوی داشتند و شماها مخالفین و دشمنهای پهلوی ایران رو تسخیر کردید، به بیگانه دادید. وقتی ایرانی میگه ایران رو پس میگیریم و پس اون رضا شاه رو صدا میکنه و شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنه، این رو بذاریم بغل هم که گذاشتین، برای همین خیلی حالتون بده. اینی که اون ملت به این نتیجه رسیده که بازپسگیری ایران یعنی بازگشت به روزگار پهلوی، فکر نکنید که موفق شدید. اون ملت و این جوانای فهیم به زودی ایران رو پس میگیرن، فکر نکنید که موفق شدید. اون ملت و این جوانای فهیم به زودی ایران رو پس میگیرن و ما خیلی خوشحالیم که شما خودتون ماهیت پلشتتون رو رو کردین. حالا دیگه حتی اون بیطرف حالا یا نظارگرم دید که هر آنچه ما میگفتیم درست بود و اتفاقا شما به جایگاه اصلیتون تا به حال در کنار شاهزاده ما داشتید خودتون رو قایم میکردین و ما خیلی ناراحت بودیم، کاری هم نمیکردیم که جانیان جمهوری اسلامی، جانیان دنیای استعمار امروز اومدن در بغل شاهزاده ما نشستن و میخوان برای خودشون
یک نقاب بذارن بدون اینکه ما کاری کنیم. خودتون نقابتون رو برداشتید و اون ملت فهمیدن که شما چه موجودات پلشتی هستید. و خوشبختانه عدالت و قضاوت تاریخ کار خودشو کرد، به تنظیمات کارخونتون برگشتید. امروز مردم فهمیدن که هیچ فرقی بین حامد اسماعیلیون، هیچ فرقی بین حامد اسماعیلیون و مسیح علی‌نژاد و مهتدی و این چهار تا عمل عکره مال استعمار که حالا اومدن بیرون باز خودشون دوکون دستگاه درست کردن، همین هایی که اطلاعیه میدن، هیچ فرقی بین این شماها و سردار رادان و نمیدونم عرضم به خدمت و حسین اللهکرم و اینا نیست و همه شما در یک تیمی هستین و همه شماها کسانی هستین که اون ملت را به این نکبت کشیدین و این کاریست که خودتون خوشبختانه کردین و این ما این نقاب رو برداشتید و اون ملت دیگه فهمیدن جریان چیست و به زودی ایران رو ملت پس خواهند گرفت و شماها محکوم هستید به حکم تاریخ و به حکم عدالت و به حکم میلیون ها جوانی که شماها خونشون ریختین و خونشون رو پایمال کردین، محکوم به فنا هستید. اینو مطمئن باشید. تای شانسی که بیارین با همین دلارای مفتی که بهتون اربابای جهانی دادن که فقط وظیفتون این باشه خون مردم رو پایمال کنین به نفع اینا، با همین دلارا در همین گوشه کنارا بخوای خوش بگذرونی، در غیر این صورت اون هدفی رو که دنیای استعمار برای همون پول به شما داد، شماها نمیتونین اون هدف رو از بین ببرید. این رو تاریخ به شما ثابت خواهد کرد. جناب ملک پور، من یه مسئله رو به صورت جمعی بهتون بگم. یه چیز جالبی هست. عطا هودشتیان، جمهوری خواه، از رهبران جمهوری خواهی، بعد یه مصاحبه کرد. من یه مطلبی در مورد نوشتم. از دید هودشتیان، این که جناب عرفان قانیفر در پیش از نام جناب پرویز ثابتی به جای فحاشی‌های جمهوری اسلامی، مارکسیست‌ها و غیره، از عبارت عالی جناب پرویز ثابتی استفاده می‌کند، از دید هودشتیان این بزرگترین فاجعه قرن است. ولی تجریه طلبانی که همین امروز اسلحه در دست دارند، خونفروشی عمال و فاندخاران اندیشکده‌های اجنبی، اصلاح طلبان و باند بابا اکبر و عشاق خاتمی و موسوی و تمام کنه چریکا و کنه تروریست هایی که ایران و چهار نسلش رو به آتش کشیدن نماد دموکراسی هست. دو نکته. خوشحالم که امثال هودشتیان هستن که با اعمال و گفتار خود هر روز بیش از دیروز خطر پیدایش هر گونه جمهوری در ایران آینده را به نسل های جدید گوشزد می کنن. دیگران که به نفرت نسل جوان از فسیل های 57 هر روز بیش از دیروز دامن میزنن. مرسی که هستید هودشتیان ها. یه مطلبی بگم بعد شما مثلا دلم میخواد نظرتون رو بدونم. ببینید جان ملک پور، من افتخار اینو داشتم در طی این مدت با خود شما در روزهای متفاوت ساعت ها با هم گفتگو کردیم، تجزیه و تحلیل کردیم، مسائل رو مطرح کردیم و خیلی مسائل رو سیاسی رو با هم بررسی کردیم فارغ از مصاحبه در پشت صحنه. من همیشه از مصاحبت با افراد فرهیخته لذت میبرم، همیشه سعی کردم در زندگیم این کار رو انجام بدم. در دورانی که در ایران بودم، در دوران دانشجویی، یه دوستی من داشتم جناب ملک بود. این فرد اهل مطالعه ای بود. ما یک کتابخونه با هم داشتیم به نام کتابخونه آفتاب. مجموعه آثار و کتاب‌های ممنوعه در اون بود و با هم اینو جمع کرده بودیم. هر آخر هفته می‌رفتیم دریا کنار در مازندران و دانشگاه شمال و می‌شستیم ساعت‌ها بحث می‌کردیم. حالا اینم جالب بود. آخر هفته دوستان ما می‌رفتن مهمونی و پارتی، ما می‌شستیم بحث سیاسی می‌کردیم. ولی یه چیزی رو می‌خوام بگم. این دوست من عموش مجاهد بود که در 60 اعدام شد. مادرش از ارتش شاهنشاهی ایران بود و یونیفرم رو هنوز نگه داشته بود و از اونایی بود که اصلا جاوید شاه از کلامش نمید.
این دوست من که فرد فرهیخته هم بود، فرد اهل مطالعه هم بود، جمهوری خواه بود و ما بارها با هم میشستیم بحث‌های سنگین سیاسی میکرد. یه نمونه سر قضیه مصر، ایشون اعتقاد داشت که کودتای جنرال سیسی مثلا برخلاف دموکراسی و من یادم این بحث. کاری ندارم، میخوام به اینجا برسم. آدم با شعور و اهل مطالعه ای، خب جناب ملکپور عزیز، من ارتباطی نداشتم با ایشون، ندارم عملا. اتفاقی بعد از گذشت مدتی رفتم دیدم که در توییتر هست و توییت هاش رو داشتم میخوندم. از من و شما اگر امروز پادشاهی خواهتر نباشه کمترم نیست. یه اتفاقی افتاد، نیروهای عادی، حالا یا افرادی که مثلا دل در گروه ایران داشتن، آدم حسابی بودن، به هر دلیلی فکر میکردن سیستم جمهوری برای ایران مناسبه، با دیدن بیش از هر چیز، بیش از تاریخ، بیش از هر بحثی، با دیدن رهبران جمهوری خواهی ایرانی و با دیدن بیتفاوتی اینها به منافع ملی، چنان وحشتی از جمهوری وجودشون رو گرفته که اون دسته‌ای که اهل مطالعه بودن، ببینید من پامنبری سعودی نشنال و پامنبری این و اون نبودن، خودشون فکر داشتن، موج موج گرویدند به بحث پادشاهی خواهی. کلن میخواستم ببینم نظرتون در مورد این مسائل چی هست، از خودشتیان تا این صحبت که مطرح کردم. ببینید اصلا نکته خاطره خیلی جالبی شما تعریف کردید و از این میشه یه درس خیلی خوب روز. ببین ما همواره وقتی میمدیم مسئله جمهوری رو نقض میکردیم و میگفتیم این واژه برای ایران سمه و اصلا در هیچ کجای دنیا پاسخگو نبوده و حتی من این رو به عرض همیهنم رسونم که مثالهای اروپاییش رو داریم میزنین، در همین اروپاش شما نمیتونین شرایط زندگی ملت رو در پادشاهی های اسکاندیناوی با جمهوری آلمان و یا جمهوری فرانسه و ایتالیا مقایسه بکنین، حتی در همین چند مثال موفق جمهوری. در باقی کشورها که دیدین که چه نکبت و فجایعی رو به کار برد، اگر وقتی از سیستم پادشاهی به جمهوری رسیدن اون کشور نابود شد. خب در مورد این ماجرا ما یه بحث بسیار جامعی داشتیم در قدیم، حالا میخوام به خاطره برسیم و الان علتش رو عرض کنم. مسئله که دوست فرهیخته شما بهش رسیده، خب ببینید اینها یک سری واژه‌هایی رو با پروپاگاندای رسانه‌ای، با تلقین ژست‌های روشنفکری کاذب در اذهان هک کرده بودند. یعنی هک شده بود که جمهوری خواهی یعنی ترقی، پادشاهی خواهی یعنی ارتجاع. اینو هک کرده بودن. خیلی کار ما سخت بود که تونستیم اینو، این یک هک غلطه. چگونه ممکنه سیستمی که جز نکبت و بدبختی و ویرانی و کرپسیون، یعنی هر 4 سال به 4 سال یک گروهی بیان بالا، چون طرف میدونه 4 سال بیشتر نیست، فقط خودش رو جد و آبادش رو میبنده، اون کشور 24 ساعته در تشنج سیاسیه، یعنی حتی اون ملت ثانیه‌ای آرامش نمیبینن، چون هر 4 سال به 4 سال اون ملت باید تحت تاثیر رقابت‌های کسانی باشند، اونم خصوصا در کشور ما، امثال کشور ما که همواره دشمنای ثابت داره، که باید هر 4 سال به 4 سال زندگیشون متاثر بشه از تشنج‌های سیاسی که میخوان یه عده که اون بالا، که یکیشون روسیه داره پشتوانیشو میکنه، اون گروهو داره امریکا پشتوانیشو میکنه، که اینها به قدرت برسن که در اون 4 سال بتونن منافع ارباب رو از یه طرف و پس اون طرف میدونه 4 سال بیشتر نیست، منافع خودشو جد و آبادشو ببند بره. کی باید تاوانشو بده؟ اون ملت. خب این اساس چیزی بود که حالا من خیلی به اختصار خدمت رو رسوند، چون توضیح کاملشو داده بودیم که به این دلایل است که ما جمهوری رو سم میدونیم. ولی پادشاه، شما ببینید علاوه بر این که حتی یک نمونه کشور بدبخت پادشاهی وجود نداره، حتی یک نمونه، که تمام کشورهای بدبخت جمهوری هستن و که کشورهایی که به بدبختی هایی دارن که وقتی شما میشنوی خون گریه میکنی، یک نمونه از بدبختی هایی که شما میشنوی در کشور پادشاهی وجود نداره، حتی بدترین نوع پادشاهیش، مردمش مرفه هن.
من نمیدونم چه جوریه که سیستمی که در هر کجا هست ملتش خوشبخترینن اون میشه ارتجاع، و سیستمی که در هر کجا رفته مثل ویروس عمل کرده و اون کشور رو تماما به تشنج سیاسی و نابودی و بدبختی کشته میشه روشنفکری. یکی از چیزهاییست که دنیای استعمار خیلی خوب تونست با الغای جبر روشنفکری کاذب تو مغزها حک بکنه. حالا این که در مجموع کلامه، اون دوست شما وقتی اون میاد میبینه کسانی که دم از جمهوری میزنن اینقدر جنایتکارن که حتی برای منافع شخصیشون، کسانی که دم از جمهوری و دموکراسی میزنن، میان و خواست اکثریت ملت رو نمیبینن و میگن اینا سایبری هن، یعنی دقیقا مثل خود جمهوری اسلامی که هر کسی بر ضدش حرف میزنه میگن نوکر اسرائیله. خب امروز اون جوانی مثل دوست شما میاد میبینه اینا هم که همینن، این همه سال ملت دارن میگن رضا شاه روحت شاد، این همه سال ملت دارن پهلوی رو صدا میکنن، با وقاحت میاد میگه اینا همه سایبری هن، اینا همه عاملن، ما خود. پس اینا فرقشون با جمهوری اسلامی چیه؟ نه تنها فرقی نداره، بعد اون موقع میشه به حرف ما فکر میکنه که آقا ما میگفتیم اینا نه تنها فرقی ندارن که هیچ، تازه برادر تنی هن، از اونم خطرناکترن. اون موقع است که اون دوست شما میفهمه که آقا اشتباه کرده و اگر اینا بیان اون مملکت نابود میشه و انقدر اون مملکت درش 300 وقتی اینا بیان 200 تا مثل جمهوری اسلامی در اون تو میریزه هر 4 سال به 4 سال همین. خب اینا چیزایی است که زمان برد، خیلی ها تاوان دادن، خیلی عمرها رفت، خیلی جوان از بین رفتن، ولی ایران داره نجات پیدا میکنه، مثل یک بدنی که دچار سرطان شده داره مرحله به مرحله بید. امروز یواش یواش مردم ایران خودشون دارن میبینن که اینها چه موجود، چه سلولای سرطانی هست. خب اون جوان مثل دوست شما فهمیده این که هنوز سر قدرت نرسیده، خواست اکثریت مردم ایران رو از بین میبره، برای رسیدن به مطامع شخصیش با همه میره میبنده با هر بیگانه ای، و به راحتی حاضر میشه خون این همه جوان رو پایمال کنه، این فردا قدرت دستش برسه جوی خون را میندازه و ایران میشه مثل کره شمالی، مثل چین، و مسلم این دوست شما میفهمه که چه اشتباهی کرد، مثل خیلی ها که فهمیدن. ببینید اینا بهش میگن دوران عدالت و قضاوت تاریخ که به زیبایی داره میره جلو، به زیبایی داره عرض میکنم از نظر روشن شدن حقایق و دردناکش، خوب به هر حال ریخته شدن خون این همه جوانی که اینها با وقاحت روش ایستادن. این دوست فرهیخته شما واقعا بعد از اینکه اینها رو دید رفت فکر کرد که چرا ما میگیم پادشاهی، چون اومد شاهزاده رضا پهلوی رو دید. ما میگیم پادشاهی برای که سیستم پادشاهی وقتی یک ولیعهدی به دنیا میاد از همون اول کودکیش، از تمام مواهب زندگی که سیرش میکنن، تمام اطلاعات روز رو بهش میدن وقتی که به دنیا، و میدونم تا آخرش هست و کشور به نام پادشاهیشه، اگر این ملت گرسنه و بدبخت بشن به اسمش تمام میشه. برای همین هم هست بدون داشتن عقده، بدون داشتن استرس، اون فقط به فکر سازندگی چیزی که در زمان پهلوی داشتیم. برای یه جمهوری هر 4 سال به 4 سال یه دست نشونده یه عامل بیگانه میاد خودشو جد و آبادشو میبنده و میره، اون فقط فکرش همینه. در همه جای دنیا هم همینه، در همینه که در تمامی بدبختی هایی که در دنیا هستن کشورهای جمهوری، حتی یک کشور پادشاهی بدبخت وجود نداره. خب اینا رو اون کسی که مغز داره، اون کسی که فرهیخته است داره میبینه، و ضمناً این رهبران جمهوری خواه جنایتکاری هم که داره میبینه که حتی فرهیختگان خودشون هم که اندازه انگشت دستم نیستن، مثل آقای مصداقی و آقای وفای اقمایی و همسال، اندازه 5 تا انگشت دستم نیستن همسال اینا، حتی اونها هم اومدن و امروز میبینن که آقا تو اصلا اینا وقتی کسانی اینگونه با وقاحت میان خونه این همه جوان رو پایمال میکنن و پرو تازه اطلاعیه میدن که ما شاکی هستیم و پهلوی، چرا اجازه نداد ما خفش کنیم، چرا اجازه نداشت که ما نداد که ما خواست اکثریت ملت رو خفه کنیم. خب معلومه اون طرف هم به وحشت میفته و میره میفهمه که هر اون چی که ما تا حالا گفتیم حقیقت محض بود. و من این گذر ایران به این دوران عدالت و قضاوت تاریخ رو بسیار بسیار به فال نیک میگیرم و مطمئن هستم که ایران ما آینده بسیار خوبی دارد، چون یه بدنی که سرطان بدخیم میگیره مقداری طول میکشه، ولی داره میبینیم که مراحل درمان داره طی میشه. من یه سوالی ازتون بپرسم، سوال خاصیه.
البته دلیل سیاسی خواهم داشت از این سوال. عاشق شدید جناب ملک پورتاباد؟ بله. من از شما یه سوال میپرسم. آیا عشق، خب عشق یک جنبه احساسی داره که بله. قلبه، یعنی یه بخشش قلبه و احساس. بله. اما من چیزی که از عشق متوجه میشم این هست که اگر فقط قلب و احساس باشه و مغز و منطق نباشه دووم نداره، گذراست، یه ماهی هفت از در روزه. عشق به وجود نمیاد. عشق وقتی به وجود میاد که هم قلب کار کنه هم مغز کار کنه، هم مغز میشه کار کنه. بعد دقیقا میشه. و یک کلیپی رو با هم ببینیم الان از دیدار یک هموطنمون با رضا شاه دوم در واتیکان. خیلی دوستتون دارم، خیلی. پدرتون خیلی دوست دارم، با اینکه ندیدمشون خیلی دوستتون دارم، باعث افتخاری دیدم شما. ممنونم که خیلی خوشحالم که شما رو دیدم، باعث افتخار برای من. اصلا باورم نمیشه همچین چیزی، باورم نمیشه شما رو دیدم، برام باعث افتخاره، مثل خواب، مثل رویاست. الو حضرت عزیزم، شاهنشاه ایرانی، شما خیلی دوستتون دارم، شاهنشاه عزیزم، افتخار ایرانی شما. ما هر کی داریم از خانواده پهلویه، همه افتخار ایران فقط از خاندان پهلویه. خیلی پدرتون خوب بودن، پدر بزرگتون، خیلی دوستتون دارم، میپرستم 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 میپرستم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم زنده باشید، سالم باشید، سالهای سال سایتون بالای سر همه مردم ایران باشید. از امروز نهم آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21مین سال زندگی را آغاز می کنم، آماده‌ی قبول مسئولیت‌ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم. اگر یه قدری به عقب برگردیم، روزی که من سوگند وفاداری برای حفظ این آب و خاک نمودم، همان روز از طرفی پایتخت کشور ما به وسیله بیگانه اشغال می شد و در همون موقع فاصله‌ای که از منزل تا مجلس شورای ملی طی کردم، موکب من یعنی اتومبیل من بر دوش شما ملت ایران کشیده میشد. جناب ملکپور، میدونید چیه؟ اینها متوجه نیروی عشق نیستن. من یه مطلبی رو خدمتتون بگم، یک لحظه اجازه بفرمایید. من نوشتم مشروطه خواهان 40 خورده سال از 23 بهمن 57 تا امروز جنگیدند، خود را نفروختند، امکانات مالی و رسانه‌ای اندیشکده ها در اختیار نداشتند، خون دادند، جان دادند، عمر دادند، مو سپید کردند، با تمام ارتجاع سرخ و سیاه، با تمام ایران ستیزان داخلی و اجنبی جنگیدند، تنها به نیروی عشق. و عشق دائمی هم از حاصل جمع ایمان قلبی و احساسی و باور مغزی و منطقی رسمی. اگر فقط احساس بوده باشد عشق دوام نمیارد. تمام شما با تمام امکانات، با زر و زور و تزویرتان نمیتوانید جلوی عشق بیست و این چیزیست که درکش برایتان دشوار است و مستأصل شده اید. اگر تاریخ رو نمیخوندن، اگر منطقشون بهشون نمیگفت، اگر اطلاعات سیاسی نداشتن مشروطه پادشاهی خواهان، اگر بحث احساسی بود میشد جو چی بود که مثلا در سال 88 دیدیم یه سری از هموطنان طرفدار موسوی شد.
بدون اینکه اطلاعات فکری داشته باشن. اما اینها نمیفهمن که بحث عشق یعنی هم اینجا هم اینجا. نظری داره در مورد این کلیپ؟ 100%. خیلی زیبا بود باید کلیپ بسید. درد دل یک بانوی ایرانی که در نمایندگی از میلیون ها ایرانی که آرزو دارن ایشون رو ببینن، که کسی بگه دوستان عزیز وقتی که این گونه طرف اشک میزه، اولا یادتون نره که شاه رضا پهلوی در قدرت نیست، چون یه سری ها میان دیگه چون باختن و میدونن که افکار در مقابل ملت ایران باختن و ملت ایران گذر کرده از 57 و تمامی، باز تکرار میکنم، مقصر و بانی، یعنی به حقیقت به این رسیدن که علت تمام بدبختی هایی که کشیدن همه عباب جمعی 57 بوده. برای همین شاهزاده رضا پهلوی رو این گونه دوست دارن. برای بار هزارم این حکم تاریخه، شما خودتون رو بکشین نمیتون، چون حکم حقیقته. جوانهای ایرانی از نسل من به بعد به این رشد فکری رسیدن، شما حالا خودتو بکش که بتونی جو دهه نمیدونم اول جنایت 57 رو برگردونی. نمیتونی، شماها در توهمین، بزرگ توهم شما اینی که میخواین به زور اون جو پروپاگاندای بی بی سی نمیدونم اون زمان رو که موفق شده بودن رو، نمیشه. 44 سال ملت ایران بدبختی ها کشید تا امروز داره پهلوی رو صدا میکنه. یعنی بفهم که البته من باید میدونم بفهمی، اگر امروز این بچه‌ها دارن پهلوی رو صدا میکنن و تا آخر عمرشون هم صدا خواهند کرد، به این علته که دیگه هیچ فرقی بین شماها و اونی که در حاکمیت نمیذارن. امروز ملت به این رشد رسیده که همه عباب جمعی 57، چپ، مصدقی، مجاهد، اسلامیز، همتون با هم عامل این بدبختی هستید که امروز اون خانم میره اینجوری شاهزاده رضا پهلوی رو بغل میکنه، که میلیون ها ایرانی اون آرزو رو دارن، چون میدونن که در اون تمام رفاه، آسایش، خوشبختی با امنیت در کشورشون زندگی کردن، همه اینها رو در سایه پادشاهی اون خانواده میبینن، که شما همه شما دشمنای پهلوی باعث شدید که این نکبت بیاد. اینا امروز اون درد این بانو به نمایندگی از میلیون ها ایرانی اون اش رو ریخته. و یه نکته هم اینا قابل اهمیت نیستن به خال زنکایی که نشستن، یادتون باش که شاهزاده رضا پهلوی در قدرت نیست، خانمی کار نکردی که بره نخست وزیر شه، شاهزاده رضا پهلوی رو خارج کرد. نه اینا با ذهن خودشون میسنجن. من یه مطلبی بگم، البته یه اعتقادی هم من دارم، اینها اینم باید در نظر گرفته نمرگو، این طوری نیست که نفهمن. ببینید یه ماجرایی هم هست، بعضیا فکر میکنن اینها موفق نشدن، به نظر من اینها به هدفشون رسیدن. آخه هدف چیز دیگه ایه جناب ملکپور، هدف اینه که کاسبی طرفه پولدار شده. خب دیگه ببین، اون که فکر آزادی ایران و نجات ایران و اینا نیست، اون فکر کاسبیشه. بله. کسی که برای هر سخنرانی 20,000 دلار میگه بیایید به من بدید که بیام یه جا سخنرانی کنم، خانم علی نجات یا بقیه حضرات، اینا خب شغلشونه. خب در این شغل پولم کم در به در نیاورد، میلیون ها دلار رسیدن به هدفشون. اتفاق معلومه که مسلمه، اگر شاهزاده پهلوی برگره، اینا اولا که تمام اسنادشون میاد بیرون که از طرف وزارت اطلاعات اومدن و ضمن هم دنیای گلوبالیسم با اینا کار کردن، و این با خانومی که از به قول خودش، من نمیخوام روستایی ایشون رو محکوم، چون بعضی هم خواهش این کار نکنین که آتو دستی بیدون. من خودم بچه شهرستانم جناب ملکپور، من خودم بچه شهرستانم. خانمی که عکساشو میذاره روستای قومی کلا اومده و یک از یک خانواده فقیر اومده، الان رسیده به جایی که به قول فرمایش شما 20,000 دلار، 20,000 که هیچی، میلیون تو حسابش میذارن، تو فرست کلاس میشینه، این ور اون ور می... معلومه که اون نمیخواد شاهزاده پهلوی برگرد و براش مهم نیست که ملت چه بلایی به سرشون میاد. اون چیزی که ارباباش میخوان اجرا میکنه، یا آقای اسماعیلیون، یا اون تجزیه طلب، و یا اون امثال اینا، دیگه چیزاییه که خب ملت همه بهش رسیدن. اما خوشبختانه عرض کردم خدمتتون، نمیتونین موفق بشین. فرم به تعویق میندازین، اما همین به تعویق افتادن یک حسن بسیار بزرگی داره. همونطور که عرض کردم، مثل بیمار بدنی که دچار سرطان وخیمه،
و داره این سلول سرطانی یواش یواش تک همین جور به زمان ماهیت پلشت شماها داره رو میشه و هر روز با اقدامات وقیحانه که شماها میکنید قشر بیشتری از ملت ایران میفهمن که به حقیقت هیچ فرقی بین شما و اونایی که در حاکمیت نیست و بیشتر براشون تایید میشه که شما جانیان 57 همه با هم متحدن عامل این 44 سال نکبت هستین. هیچ فرقی بین چیری که پدایی و بسیجی نیست. هیچ فرقی بین توده‌ای و اطلاعاتی نیست. همه با هم این کشور رو به این نکبت انداختن. اون همه خون ریخته شد و میلیون ها ایرانی که آواره غربت شد و اون مملکتی که تا به امروز میتونم بگم 300 سال عقب افتاد. همتون با هم مقصرشین و امروز ملت ایران بیش از روز قبل به این واقعیت رسید. پس بنابراین آینده ایران بسیار روشنه. من به این ماجرا ایمان دارم. خیلی مهمه. من این رو هم بگم. ببینید بسیار این مهمه الان. بسیار این مهمه. ما با شبکه سعودی نشنال مواجهیم همچنان. خب؟ بله. این شبکه سعودی نشنال یک نمونه از حرکتش رو بهتون بگم. یک نمونه از حرکتش. 4 تا دونه آدم معلوم نیست بی‌هویت، من خودم فرزند آذرآبادگانم، 4 دونه آدم بی‌هویت رفتن 2 تا دونه شعار دادن هم چند روز پیش توی گوشه ای در آذرآبادگان عزیز من و شعار انحرافی دادن در توییتر، در اینستاگرام، در تلگرام، در شبکه سراسری، در یوتیوب، گزارش پشت گزارش، گزارش ویژه برنامه، ویژه برنامه سعودی نشنال داره این کار میکنه. ببینید این شبکه پولش رو عربستان سعودی داد برای اینکه در مقابل سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی به یمن میده اینها در مذاکرات بتونن تلویزیون سعودی نشنال رو بذارن وسط که مذاکره کنن با جمهوری اسلامی که صلح کنن. عربستان سعودی که نمیاد پول خرج کنه که بزرگترین رقیب تاریخیش یعنی ایران برگرده به قدرتی که اون زمان داشت، که عربستان همون زمان وقت گذاشت میلیون ها دلار خرج کرد که اون نظام پادشاهی رو بیاره پایین و این اسنار اسکوکرافت سر راند نهایی در دوحه هم آقای اندرو اسکات کوپر اینو منتشر کرد، نقش عربستان و شیخ یمانی و اینا رو در خیانت به پادشاه در اوپک. حالا وارد بحث میشه. هنوز متاسفانه وقتی در مورد سعودی نشنال صحبت میشه، من دیدم دیروز مثلا در اینستاگرامی صحبت کردم، یکی دو نفر گوشه به نه فقط این رسانه است که داره آتش انقلاب رو زنده نگه میدارد و این صحبت چه باید کرد با این بحث سعودی نشنال؟ ببینید بحثی که عرض کردم، اگر کسی هنوز، من واقعا به این معتقدم، هنوز اگر کسی نفهمیده که این سعودی اینترنشنال همون بی بی سی سال 57 دو حالت بیشتر نداره، یا از عباب جمعی این جنایت 44 سال است و یا اینکه از نظر مغز و خرد در حدی در حد مشکله که دیگه قابل بحث نیست، دیگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اگر این سعودی اینترنشنال ذره شرف ملی داشت ببینم چطور. این همین پریروز در بازی تاج پرسپولیس ملت اومدن بیرون و رضا شاه روی چات و چرا اونا رو پخش نمی کنه، چطور شعارهای ملی گرایانه رو پخش نمی کنه ولی شعار تجزیه طلبی رو شدیدن روش کار میکنه؟ چرا؟ چون عربستان پولش رو میده. عربستان براش با بزرگترین وحشوب سالهاست در پی تسخیر خلیج همیشگی فارس هستن. عربستان هیچ وقت دلش نمیخواد که ایران به سمت ناسیونالیزم ایرانی بره، به صرف دیگه هزار است که در کشور ما دیگه نمیتونیم اینو چیز کنیم که داریم به سمت اونا سجله میکنیم. عربستان هیچ وقت نمیخواد ایران به سمت ناسیونالیزم ملی بره و در دوران پهلوی عربستان بزرگترین احساس حقارت رو میکرد وقتی شاهنشاه یا مرده دعوت میکرد اونجا، خود پادشاهشون میومد رقص شمشیر میکرد جلو در هواپیما که فیلماش هست. که عربستان نمیخواد چنین اتفاقی بیفته، مسلمه که خرج میکنه، مسلمه که درچه در زمان جنگ ایران عراق پول به صدام میداد، بر روی عربستان سعودی تحت هیچ شرایطی در منافعش نیست که ایران به اختیار مثل باقی کشورهای منطقه و حتی کشورهای عرضم به خدمتون که حتی چیه
کشورهای استعمارگر که جای خودش کشورهای دوروبر از ترکیه شما بگیرین عربستان پاکستان همه احساس حقارت میکردن در زمان شاهنشاه، چه برسه که امروز عربها در رویای تسخیر خلیج همیشگی فارس هم هستن و میدونن با بازگشت حکومت ناسیونالیسمی در ایران که محال هم چه اتفاقی بیفته. طبیعی است که هزینه میکنه و اینا میبینین که در از هر امکانی استفاده میکنن، این تلویزیون آشغال یا واقعا و یا سعودی نشنال که هیچ فرقی نمیکنه، هر دوتاش یه اسمه دیگه. اگه ما اوائل میگفتیم عرض کردم، الان اگه کسی هنوز شک داره عرض کردم من بحثی دیگه با همچه آدمایی نمی کنم. ببینید دیگه یه چیز میخوام بهت بگم خلاصش اتفاق چه همیش در جمعیت دوستانه گفت. امروز هم تقریبا همه مضمون صحبتان برای محور میچرخید، اینقدر دیگه همه چی عیانه، چه از کسانی که در بهمن پنج یعنی مخالفین پهلوی که با رژیم حاکم همکارن و برادر تنیان و تلویزیون اینتر آشغال که اساساً بی بی سی 57 و اومد که ایران رو از بین ببره و دقیقاً انقلاب مردم ایران سر. اگر کسی به این موارد امروز هنوز به دیده شک نگاه میکنه، من حتی دیگه بحث نمیکنم. و حتی اگر از دیدگاه من با این همه اتفاقات عیانی که افتاده خدای ناکرده ملت ما مجدد اشتباه بکنن، من شخصا حتی دیگه دل هم نمیسوزم، متاسف میشم از عمری که تباه کردم، اما برای خودم یه افتخاری میکنم که حقیقتا پای حقیقت ایستادم. این است که ببینید شما وقتی که یه حساب دو تا چهار تا عیان داری میبینید، کسی نخ ببینه و بگه دو تا میشه شیشتا، خب شما دیگه با این آدم کاری نمیتونی بکنی. اگر امروز کسی هنوز متوجه نشده که اینها دشمن ایرانن و ملت ایرانن، اصلا نه جای بحث دارن نه جای تحلیل و نه حتی شما نباید وقتتو بذارید دیگه با اینو بحث کنید. این نظر شخصی. دلیلی که تجدید طلبان رو هم پروموت میکنن و این افراد رو این دوزاری ها رو از لپ لپ در آوردن فقط همین بود که انقلاب رو نابود کنن، برای اینکه مردم ایران میدیدن این... یعنی جمهوری اسلامی از اون ور میگفت ما بریم ایران تجزیه میشه، بعد از این طرف رسانه سعودی فقط داشت تجدید طلبان رو میآورد. خیلی جالب بود. خیلی سپاسگزارم جناب ملک بود، بسیار ازتون سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید. اگر صحبت پایانی دارید با بینندگان از مطرح کنید تا ما برنامه رو ببندیم. عرض خاصی ندارم جز اینی که ضمن آرزوی تندرستی برای یکایی که شما همیهنان که در هر کجا این گیتی هستید، خصوصا همیهنان از داخل مرز، فقط یک خواهش دارم، چون امروز واقعا مباحث درستی راجعش بحث شد. آخرین روز هاست دم پرتگاهین که دنیا داره تلاش میکنه که از حقیقت بندازتون بیرون. همیهن عزیز، هر آنچه که میبایست بدونین دیگه میدونین، امروز راهتونم میدونین و به این نتیجه هم رسیدین که با همین امکانات صفر به اصطلاح دنیای قدرت ما خب قدرتمند بود، ولی دیدید که تونستید پرچم شیر و خورشید رو بازگردونید، تونستید که شاهنشاه رضا پهلوی رو به عنوان آلترناتیو مطرح با همین امکانات صرف در مقابل تمامی این قدرت‌ها که تلویزیون‌های چند صد میلیونی گذاشتن که اینو از بین ببرن، تونستید که رسمیتش رو به دنیا نشون بدین. پس به قدرت خودمون ایمان بیاریم، بدونیم که اگر با از حسن استفاده از تمامی این امکانات و اتفاقی که افتاد، یعنی پیروزی هایی که به دست آوردیم، و با حسن استفاده از این پتانسیل ملی ما میتونیم در مقابل تمامی قدرت های بیگانه بایستیم و به زودی کشوری داشته باشیم که مجدداً مثل دهه 50 خورشیدی که شاهنشاهان پهلوی با تلاش شبان روزی بهش رسیدن، کشوری که صاحب تمدن دنیا اعلام بشه و ملتش به عنوان ملت با فرهنگ و با تمدن به دنیا شناسونده بشه و به اون اعتبار و ملتی که به اون رفاه زندگی کردن. ما هم میتونیم با حسن استفاده از تمامی تجربیات به زودی به این پیروزی نائل بیایم. امیدوار هستم که ثانیه ای رو دیگه تلف نکنیم برای تست کردن به قول معروف راه هایی رو که دیدید که
کسانی بالای اون راه ها وایستادن که از جانی ترین جنایتکاران تاریخ بشر خطرناکتر و خونخوارتر. در هر کجا این گیتی هستی پاینده و پیروز و تندرست داشت. هیچ زمانی به اندازه امروز جناب ملک‌پور من امیدوار نبودم پاینده و پیروز باشه. جاوید شاه. پاینده ایران جاوید شاه. خدا نگهدارت. پرواز کن نترس، عادت نکن به قفس، بقل کن آسمونو شده واسه یه نفس، نزار بزرگی کنه نترسه که کاهی، نترس مشقی این بزرگی واهی، دل بده به رویات رد شو از این تردید، پشت در قفس دنیای بی حسره هر یه نفر کشته بشه، تموم ایران پشتشه، محال این ردای خون با دار و زندان شستشه، هر یه نفر کشته بشه، تموم ایران پشتشه. اگه که پشت سرت یه کوه آواره، اگه خیال میکنی که آخر کاره، اگه تموم جهان میگن امیدی نیست، ققنوس باشو نشون بده که راهی هست، محال این ردای خون با دار و زندان شستشه، هر یه نفر کشته بشه، تموم ایران پشتشه. سکوت دیگه آخرین سنگر نباید باشه، چون هر یه نفر یه سر نخ از آزادیتون. محال این ردای خون با دار و زندان شستشه، هر یه نفر کشته بشه، تموم ایران پشتشه. محال این ردای خون با دار و زندان شستشه، هر یه نفر کشته بشه، تموم ایران پشتشه.